سه نکته کاربردی برای آیفون در iOS 12. نکته اول، اگر ایموجی رو روی گوشیتون فعال کردید، یک قابلیت خیلی بامزه رو توی iOS 12 دارید که شما میتونید ایموجی های گوشیتون رو به عنوان استیکر توی جواب آی مسیج روی متن دریافتیتون قرار بدید و به این صورت ارسالش کنید. کافیه که در پاسخ به یک پیام آی مسیج ایموجی و یا ایموجی رو انتخاب کنید و اون رو با درک کردن روی پیامی که دریافت کردید قرار بدید. نکته دوم در مورد پنهان کردن عکس‌ها از گالری آیفونه. قطعاً می‌دونید که می‌تونید با انتخاب کردن یک عکس و زدن دکمه شیر و انتخاب گزینه هاید فوتو عکستون رو از گالری پنهان کنید. این خیلی قابلیت خوبیه، ولی مسئله اینجاست که با این قابلیت عکس‌ها واقعاً هاید نمیشه، بلکه با رفتن به آلبوم هیدن‌ها تمام عکسایی که هاید شده نمایش داده میشه. پس اگه گوشیتون دست کسی باشه که با آیفون آشنایی داره، پس عملاً هیدن کردن به این روش فایده چندانی براتون نداره. اما یک راه بهتر هم وجود داره. به جای اینکه از گزینه هاید استفاده کنید، با زدن دکمه شیر گزینه سیو تو فایلز رو انتخاب کنید و عکساتون رو به یک فولدر منتقل کنید. بهتره که یک فولدر داخل یک فولدر دیگه بسازید تا جای عکساتون امن‌تر باشه. برای دیدن عکساتون هم باید وارد آیکلود درایو بشید و فولدری که عکساتون رو روش ذخیره کردید رو باز کنید. نکته سوم توی گوشی‌های کار می‌کنه که iOSشون از ورژن 12.1 بالاتر باشه و مدلشون هم از آیفون 10 جدیدتر باشه. یعنی در واقع آیفون 10، 10X و 10X Max. توی iOS 12 میتونید عمق میدان عکس رو قبل از گرفتن عکس تغییر بدید که قبلا فقط بعد از گرفتن عکس این قابلیت رو داشتید. مرسی که همراه ما بودید.